الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شنوندگان عزیز راجع به تفسیر و شرح دعای کمیل بود. فصل 13 بحث ما راجع به ثواب‌هایی که بر دعا مترتب شده. همه می دانیم که از اهل بیت علیهم السلام ثواب‌هایی بر دعا مترتب شده و از بحث‌های گذشته به خوبی استفاده کردیم. هیچ چیزی در اسلام افضل از دعا، راز و نیاز با خدا، انابه، تضرع و زاری نیست. و در بعضی از روایات ثواب‌های فراوانی بر بعضی از دعاها مترتب شده. مثلا راجع به دعای کمیل، سید ابن طاووس علیه الرحمه می نویسد اگر کسی شبهای جمعه دعای کمیل بخواند خدا او را می آمرزد. یا در بعضی از روایات راجع به بعضی از دعاها داریم که اگر کسی این دعا رو بخواند ثواب شهید دارد. در بعضی از روایات داریم که اگر کسی این دعا رو بخواند هر چه گناه کرده باشد آمرزیده میشه. از این جهت اشکالی شده و این اشکال از نظر عموم مردم اشکال رسایی است. نظیر کسروی و کسروی منشها روی این اشکال فوق العاده پافشاری دارند و اونها در صددند که به واسطه این اشکال ریشه دعا رو بزنه. اشکالی که کردهن اینه، میگوین لیس للانسان الا ما سعى، یعنی در قرآن شریف است پاداش به قدر سعی و کوشش هر انسانی است. میگوین عقل نمیپذیرد که یک دعای کوچک این مقدار ثواب داشته باشد. و برای اینکه این اشکال را سر و صورتی بدهند یک رنگ عوامانه ای، عوام پسندی به او بدهند، میگن چجور معقوله که یک کسی ظلم ها کرده باشد، گناهان فراوانی کرده باشد و به واسطه یک دعای کمیل مثلا آمرزیده بشه. چجور ممکن است، چه عقلی میپسندد که یک کسی دعایی بخواند و ثواب شهید داشته باشه؟ کسی که در جبهه اینقدر پافشاری می کند، زحمت می کشد، جون می دهد، با کسی که دعایی می خواند مثل هم باشد. از این جهت می گویند این روایاتی که در باب دعاست درست نیست، با عقل درست نمی آید و باید این روایات رو ترک کرد. گفتم
گرچه اشکال جالبی است از نظر ذهن عوامانه و مخصوصا با این رنگی که به او دادن، اما باید گفت بدانید شنوندگان عزیز همه و همه مخصوصا جوانهای عزیزم بدانند که این نوع اشکالها از مثل کسروی و کسروی منش هاست برای اینکه ریشه دعا رو بزنن، اون دعایی که فواید فراوانی داره، اون دعایی که به قول رهبر عظیم الشأن انقلاب آدم می سازه، که باید گفت کتاب دعا یعنی کتاب آدم سازی. اینطور اشکالها از اونجا سرچشمه گرفته. ولی علی کل حال این اشکال فوق العاده مربوط به بحث ماست و ما باید راجع به جواب این اشکال فکری کنیم. فکر شده است، فکر کرده ام و ما باید به طور تفصیل راجع به این اشکال و جوابش با شما صحبت کنم. قبل از اون که وارد جوابهای این اشکال بشم، جمله ای را به شما تذکر بدم و اون این است که اتفاقا در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام کم و بیش این اشکال بوده و در روایتی که شیخ بزرگوار ما صاحب وسائل در کتاب مزارش در باب 26 روایت اول نقل می کند، می فهمیم که این اشکال بوده و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در مقام رفع این اشکال بودند. این روایت رو که الان می خوانم و سند او را گفتم، این روایت از امام صادق سلام الله علیه و امام صادق این روایت رو نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می دهد. ابن عامر میگه اومدم خدمت امام صادق سلام الله علیه و به ایشون گفتم اگر کسی به زیارت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بره، یا این که قبر و بارگاه و صحن او را تعمیر کنه، ثواب او چی؟ امام صادق فرمودن یا ابا عمار حدثنی ابی عن ابی عن جده الحسین ابن علی علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله قال له، می فرماید من از پدرم شنیدم، پدرم از جدشون حسین علیه السلام، که حسین علیه السلام از رسول اکرم سلام الله علیه نقل کرده، رسول اکرم فرموده است لتقتلن به ارض العراق و تدفنوا فیها. قلت یا رسول الله ما لمن زار قبورنا و عمرها و تعاهدها. حسین علیه السلام میگوید به رسول اکرم سلام الله علیه عرض کردم اگر کسی قبر ما را زیارت کند، قبرهای ما را تعمیر کند، مجاور قبرهای ما بشه، سر و کاری با قبرهای ما داشته باشه، جزای او چیه؟ قال لي يا ابا الحسن ان الله جعل قبر
قبرک و قبر ولدک بقاعا من بقاع الجنه. میگوید پیغمبر اکرم فرمودند یا علی، پروردگار عالم قبر تو و قبر پسرهای تو را بقایی از بقاع جنه قرار داده، یعنی قبر حسین، قبر امیرالمؤمنین، قبر حضرت رضا، بارگاه اونها، صحن و بقعه های اونها بقعه هایی از بهش و عرصتون من عرصاتها و ان الله جعل قلوب نجباء من خلقه و صفت من عباده تحن الیکم و تحتمل الاذى و المظنه فیکم، یعنی بندگان خوب من، پروردگار عالم بندگان خوبش را کاری کرده است که دل اونها آرزوی حضور ائمه طاهرین را دارند، حاضرند زحمت ها بکشند، مذلت ها به خود بخرند تا اینکه به زیارت اونها برند، حاضرن مشقت ها بکشن، پول ها خرج کنن تا اینکه قبرهای اونها رو تعمیر کنن. این برای خاطر تقرب به خدا و دوستی که با رسول اکرم و ائمه طاهرین دارن. فرمودن یا علی، من عمر قبورکم و تعاهدها فکأنما اعان سلیمان ابن داوود علی بناء بیت المقدس. اگر کسی تعمیر کند قبر یکی از ائمه طاهرین رو، رفت و شدی با اونجا داشته باشد، مثل این است که سلیمان ابن داوود را کمک کرده باشد در بناء بیت المقدس مسجد قدس. و من زار قبورکم عدل ذالک له ثواب 70 حجه بعد حجه الاسلام، یعنی اگر کسی زیارت کند قبر یکی از ائمه طاهرین را، امیرالمؤمنین باشد، امام حسن باشد، امام حسین باشد یا دیگری، ثواب او برابر 70 حج مستحبی و خرج من ذنوبهی حتی یرجع من زیارتکم، تمام گناهان او آمرزیده میشه و دیگه گناهی ندارد تا برگردد به وطنش. فابشر اولیاءک و محبیک من النعیم و قرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. یا علی، بشارت بده به دوستانت، اون کسانی که میان زیارت شماها، پروردگار عالم چیزهایی به او عنایت میکند، بهشتی به او عنایت میکند که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشش نشنیده و تصور او هم برای هیچ کسی ممکن نیست. ولیکن حصالت من الناس یعیرون زوار قبورکم به زیارتکم، اما یه مش مردم زباله پست پیدا می شوند که اینها ایراد می گیرند به افرادی که زیارت می کنند قبر شما، یه افراد پست بی سر و پایی، زباله‌ای پیدا می شوند که اشکال می کنند به ثوابهایی که مترتب شده است برای زیارت شما.
اولئک اشرار امتی لا انا لهم الله به شفاعتی ولا یردون حوضی. فرمود اینایی که این حرفها رو میزنن ترسترین تمام مردم، شریفترین تمام امت منن. بعد نفرین کردن پیغمبر اکرم، فرمودن امیدوارم اینها به شفاعت من نرسن و وارد حوض کوثر اصلا و ابدا نشد. نظیر این روایت در روایات ما زیاد است. بیشتر از 100 روایت صاحب وسائل اون کتابی که مرجع برای مراجع تقلید است، اون کتابی که باید گفت چکش برای روحانیت است، در اونجا نقل شده و روایت یکی دوتا دهتا ستا نیست که کسی بتواند اشکال در او بکنه. شاهکاری که در این روایت به خرج داده شده این کلمه حصاله است، که حصاله به معنای زباله است، به معنای خاکروبه است. یعنی اگر کسی اشکال به دعا بکند، اشکال به ثوابهایی که مترتب بر او شده بکند، اشکال به زیارت و ثوابهایی که مترتب بر زیارت اهل بیت شده بکند، پیغمبر اکرم فرمودند اینها حصاله مردمند، اینها آدمهای بی سر و پایی، آدمهای رذلی هستند که اینجور اشکالها به ذهنشون میاد یا به زبانشون. اون روایت مشهور من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت له الجنه، هر که گریه کند برای مصیبت‌های حسین، یا خود رو شبیه گریه کنندگان در آورد، یا بگوید که دیگران بگریند، بهش بر او واجب می شود، روایتیست مشهور در میان شیعه. از همه اینها که بگذاریم، در قرآن شریف برخورد به آیاتی می کنیم که این آیات می بینیم نظیر همین روایاتی که یکی از اون روایات را الان نقل کرد. قرآن می فرماید و من یطع الله و الرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یعنی اگر کسی اطاعت از خدا و رسول خدا کند، اینها با افرادی هستند که پروردگار عالم نعمت به اینها داده و تعیین می کند اون افراد انبیا هستند، اوصیا و صدیقین هستند، شهیدها هستند و افراد شایسته هستند و اینها رفیقهای خوبی هستند. خب در این آیه شریفه می خوانیم ولا کسی جهاد نرفته باشد اما آدم صالحی باشد، در روز قیامت با شهید محشور می شود. این آیه شریفه با کمال صراحت میگه اگر کسی پابند به دین باشد، گناه در زندگی او نباشد، در روز قیامت با پیغمبرها، با اوصیا، اولیا، با ائمه طاهرین علیهم السلام محشور. خب راستی اگر اشکال که شد وارد باشد، به این آیه شریفه هم وارده. من چجور می شود یک کسی برای این که در زندگی او گناه نیست، در روز قیامت با پیغمبر اکرم و با امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشد؟ میگه می شود مقام او با مقام او یک باشد، جای او با جای او یک باشد،
و این آیه شریفه می‌فرماید کسی که پابند به دین است گناه در زندگی او نیست، با پیغمبر اکرم در یک جا رفیق با یک دیگر است. قرآن می‌فرماید والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و یدرعون بالحسنة السیئه اولئک لهم عقبة الدار. یعنی افرادی که برای خاطر خدا کار کنند، افرادی که نماز بخوانند و پابند به نماز باشند، نماز رو زنده کنند، افرادی که دیگر گرا باشند، چه در میان مردم، چه در خلوت، چه در جلوت، به فکر فقرا و ضعفا باشند و کسانی که صفت عفو بر آنها حکم فرما باشه، اگر بدی از دیگران دیدن نمیگذرن خوبی میکنن، اینها در روز قیامت بهشت دارن، اونم بهشت عدن، که بهشت عدن درباره او بعد صحبت میکنیم، بهشتی ما فوق بهشتی که به عوام مردم میدن. بعد قرآن شریف میفرماید یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکت یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبة الدار. یعنی این افراد بهش میرن، نه فقط بهش میرن، برای این افراد پدر و مادرهاشون، همسرهاشون، نوه ها و نتیجه هاشون، اونها هم در خاطر او بهش میرن. یعنی پروردگار عالم آدم شایسته رو نه بهش میبره، پدر و مادر و اولاد و همسرش هم برای خاطر او بهش میبره و ملائکه های رحمت بر اونها نازل میشن و بر اونها تحیت میفرستن. قرآن شریف میفرماید الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. اون ملائکه هایی که اینها نگهبان عرش خدا هستند، کار اینها تسبیح، کار اینها استغفار برای کسانی است که ایمان دارند. میگویند فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. میگن خدایا بیامرز این افرادی که گناه کردند اما توبه میکنن. خدایا آدم گناهکاری که تضرع و زاری در خانه تو میکند بیامرز او را. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انك انت العزيز الحكيم. یعنی خدایا اینا رو بهشت ببر، بهشت عدن ببر، نه فقط اونها رو بهشت ببر، پدر و مادرهای صالحشون را، همسرهاشون را، اولادشون را، اونا را هم بهش بدن. یعنی ملائکه ی آسمون ها برای آدم توبه کن دعا می کند و از خدا می خواهد آدم گناهکاری که توبه از گناهش کرده بهش بره، تنها بهش نره، با پدر و مادرش بره، با همسرش بره و با بچه هاش و اولادش بره. در آیات توبه که قبلاً با شما صحبت کردم به خوبی استفاده کردیم که اگر کسی گناه‌های فراوانی کرده باشد اما تلاطم درونی پیدا کند،
خدا می آموزد هر چه باشد، هر که باشد. و اونجا می گفتم بنبست در اسلام نیست، گناه هر چه بزرگ و هر چه باشد اگر راستی تلاطم درونی براش پیدا بشه، پشیمان بشه از گذشته، تصمیم داشته باشد که دیگه گناه نکنه، پروردگار عالم گناه او را می آموزه. اونجا گفتم خدا می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. یعنی ای گناهکاری که خیلی گناه کردی، مایوس از رحمت خدا نباش، خدا می آمرزد، همه گناهان را می آمرزد. خدا بسیار آمرزنده است، بسیار رحیم. و اگر راستی اشکالی که در اول دهر شد درست باشد، در قرآن هم این اشکال وارده. یعنی چجور می شود یک کسی 70 سال گناه کند اما با یه تلاطم درونی همه ی گناهان او آمرزیده بشه؟ و هر جوابی که این آقا اینجا میده ما اونجا. خلاصه ی حرف تا اینجا رسید به اینجا که این اشکال به طور اجمال از نظر روایات ما و از نظر قرآن شریف مردوده. برای اینکه روایات ما میگه این اشکال غلطه و بدانید اگر کسی مستحبی از مستحبات اسلام رو به جا بیاره ثواب خیلی داره و گناهان او آمرزیده میشه. و قرآن شریف میفرماید آدم گناهکار گناهش هرچه بزرگ اگر توبه کند گناه او آمرزیده میشه. و قرآن شریف میفرماید نه فقط خود او، بلکه پروردگار عالم تفضل میفرماید پدر و مادر او را، اولاد او را، همسر او را هم میآمرزد. و اما جواب، یعنی جواب از اشکال، چند تا جواب هست. نمیدانم در این جلسه بتوانم همه جواب ها رو با شما صحبت کنم یا نه. جواب اول که از بحث گذشته استفاده کردیم اینجا هم میاد، جوابش اینه که این روایات و این آیات در مقام بیان اقتضا، نه در مقام بیان علت تامه. و در این باره صحبت کردیم، گفتیم بعض اوقات اینه که زمینی برای بهش رفتن هست اگر مانعی در کار نباشد. و اگر یادتون باشد اونجا می گفتم به این مثال توجه کنید معلومش، به شما می گویم آتش می سوزاند، شما یک پنبه ای رو در آب میزنید، گوگرد زیر او میزنید، نمیسوزد. نمیتوانید به من بگویید که پس تو گفتی آتش میسوزاند، چرا نسوزانید؟ جوابش اینه که اگر مانعی در کار نباشد آتش میسوزاند. و به همین جواب اول قرآن شریف اشاره کرده است، می فرماید و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. یعنی اگر پدر و مادر افراد شایسته ای باشند، اگر اولاد افراد شایسته ای باشند، یعنی لیاقت بهش رفتن داشته باشه، خدا به واسطه آدم توبه کن اونها را هم می آمرزه. و اما اگر شایسته نباشد
لیاقت بهش رفتن نداشته باشد، نه. و ما در روایات اهل بیت برخورد میکنیم به روایاتی، بلکه در قرآن برخورد میکنیم به آیاتی که این جواب رو تأکید میکند، این جواب رو امضا میکند. روایتی در کافی، شیخ بزرگوار ما کلینی علیه الرحمه نقل کرده است از امام صادق سلام الله علیه، که امام صادق از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده که رسول اکرم فرموده است ان العبد لیحبس على ذنب من ذنوبه 100 عام و انه لینظر الى ازواجه فی الجنه یتنعمن. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است بعضی از بنده ها برای خاطر یک گناهی که کرده است باید 100 سال در جهنم بمانه، و این که در جهنم است نظر می کند به همسرهایی که در بهش براش تیه شده، ببینه خورال اینهایی که براشن در بهش اونجا متنعمن اما این معذبی. معنای این روایت چی؟ معناش این است که اگر کسی دعای کمیل بخواند خدا بهش به او میده، اگر کسی سر و کاری با دعا و راز و نیاز داشته باشه خدا حورالعین به او میده، خدا قصر به او میده، اگر کسی نماز اول وقت مخصوصا با جماعت در مسجد بخواند خدا بهش به او میده. اما گاهی بهش داره اما مانع داره از اینکه بهش بره، یعنی گناهان او، جنایتهای او، خیانتهای او مانع از رفتن بهشتش. بهش برای او هست، نمیتوانه بهش بره. و اتفاقا از قرآن و روایات استفاده میکنیم که بهشتی ها جهنمی ها رو میبینن، جهنمی ها بهشتی ها رو میبینن و با هم درد و دل میکنن. و این روایت به ما به خوبی میفهماند که بعضی از مردم ولو در جهنم هن، یعنی گناهان او موجب شده که اونها جهنمی شدن، اما بهشت دارن، حورالعین دارن و نگاه حسرت به بهشتشون، به قصرشون، به حورالعینشون می کنن و نمی توانن به بهشت بره. روایاتی که در باره دعاست بیشتر از این به ما نمی گوید. می گوید اگر کسی دعا بخواند خدا بهشت به او می ده، اگر کسی کمیل بخواند خدا حورالعین به او می ده، و بالاخره اونجا قصر دارد، نعمت دارد، همسر خوب دارد، اما بعض اوقات گناهش مانع میشه که نمیتوانه بهش بره، باید جهنم بره بسوزه، گناهان او از بین بره، پاک بشه و تا بتواند بهش بره. قرآن شریف میفرماید فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. این آیه شریفه باید گفت سازندگی عجیبی داره، در حالی که امضا میکند گفته مرا، اما برای همه مون سازندگی داره اگر توجه به او بکنی. این آیه میفرماید بهشتی ها بهشت میرن، جهنمی ها جهنم میرن،
بهشتی ها جهنمی ها رو میبینن، جهنمی ها بهشتی ها رو میبینن و با هم حرف میزنن. بهشتی ها میبینن یه دسته ای از افرادی که سرکاری با دعا داشتن، سرکاری با نماز و جماعت و دیگر گرایی ها داشتن، میبینن اینها در جهنم هست. تعجب میکنن شیعه علی و جهنم، تعجب میکنن که چجور شده شفاعت اهل بیت شامل این افراد نشده، جهنم رفتن. ازشون سوال میکنن، یه دسته ای از اینها جواب میدن، میگن لم نکو من المسلی، ما آدم های خوبی بودیم، دیگرگرا بودیم، به فکر مردم بودیم، اما سرکاری با نماز نداشتیم. چون سرکاری با نماز نداشتیم، بزن نماز مانع از این شد که ما بهش بیم. یعنی مانع ندارد یک کسی بهش داشته باشه، قصر داشته باشه، اما بی نمازی او مانع باشه از این که بتواند بهش بره. خانه اونجا بی صاحبه، حورال این او بی صاحبه و این در جهنم می سوزه، برای اینکه بی نمازی او، نماز نخوندن او مانع بود از اینکه بهش بره. دسته دیگری میگن نه، ما سرکار با نماز داشتیم، ولم نکنوت امر مسکین، ما سرکار با فقرا و ضعفا نداشتیم. یعنی سر و کار داشتیم با مسجد، با محراب، با نماز، با منبر، اما با فقرا، با ضعفا، با مستضعفین سر و کار نداشتیم. زکات نمیدادیم، حقوق واجبه نمیدادیم، به فکر فقیر و بینوا نبودیم. این مانع شد از اینکه ما بتوانیم بهش بیاییم. یعنی مانعی ندارد که یکی به واسطه نمازش، جماعتش، نماز اول وقتش، زیارتش، سر و کار با دعا و راز و نیاز با خداش بهش داشته باشه، اما اینکه سر و کاری با فقرا و بینوایان نداره مانع باشد از اینکه بتوانه بهش بره. دسته سوم میگن نه، ما دیگر گرا بودیم، نمازم میخوندیم، اما متوکل در گناه بودیم، با گناهکار نشست و برخاست داشتیم، در مجلس گناه می رفتیم و گناه می کردیم، و به عبارت دیگه گناه فراون در زندگی ما بود. این جمله قرآن هم می فرماید مانعی نداره یک کسی به واسطه نمازش، به واسطه انفاقاتش، به واسطه سر و کار با دعاش بهشت داشته باشه، اما گناهش مانع از رفتن بهشتش بشه. و کنا نکذب به یوم الدین. دسته چهارم میگن ما جهنم رفتیم برای خاطر این که از نظر عمل تکذیب میکردیم قیامت رو، یعنی به فکر بهشت و جهنم نبودیم. ما دیگری بر ما حکم فرما شده بود، تخیلها و آمال و آرزوها بر ما حکم فرما شده بود، خدا و قیامت و بهشت و جهنم را فراموش کردیم، ناگهان بیدار شدیم که جهنمی هستیم. حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. از این جهت دیگه لیاقت نداشتیم که شفاعت اهل بیت به ما برسه و ما را جهنم بردن. بنابراین خلاصه جواب اول اینه که مانعی ندارد اون ثوابهایی که بر دعا، بر زیارت، بر توبه و راز و نیاز با خدا هست، همه اونها درست باشد که درست است، اما به نحوه اقتضاست.
یعنی اگه مانع نباشد ثوابها براش هست. دعای کنیل بهش میده، دعای کنیل اگه توبه با او باشه آمرزش میده، دعای کنیل انسان رو محشور با پیغمبر اکرم میکنه، دعای کنیل راز و نیازهای در دعای کنیل انسان رو بهشتی میکنه، اما به شرطی که مانع برای رفتن بهشت به دست خودش برای خودش جلو نیاورد. و آیات و روایاتی که خوندم به خوبی دلالت بر این جواب دارد و این جواب رو امضا میکنه. جواب دومی که از اشکال میتوان داد این است که این آیات و روایات تفضل خدا رو میرساند و اشکالی که شده روی عقل و روی عدالت. معناش اینه که مسلم است همه بنده های خدا، حتی انبیا، حتی اوصیا، باید به واسطه تفضل خدا بهش برن. اگر بنا بشه به عدالت با کسی رفتار بکنن، هیچ کسی استحقاق بهش نداره. معلوم است اگر یک کسی عمر کند چندین هزار سال و همیشه هم عبادت کرده باشد، این استحقاق برای بهش رفتن ندارد، برای خاطر این که توفیق عبادت را خدا داد، نعمتهایی که در دنیا بوده، نعمت عقلش، نعمت اسلامش، نعمت سلامتیش، نعمت توفیقش، همه و همه خدا داد. چجور می شود مقایسه کرد عبادت کسی را با بهشتی که در قرآن شریف تعریف او شده؟ قرآن می فرماید سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. یعنی سبقت بگیرید، برای او کار کنید. برای چی؟ برای بهشتی که پهناوری او نظیر پهناور آسمان و زمین، یعنی به اندازه آسمان و زمین، یعنی بهشتی که به یک نفر میدن، این بهشت به اندازه یک کره، بلکه کرات فراوان است. و این بهشت مهیا شده برای افرادی که ایمان به خدا و رسول او. بعد می فرماین ذالک فضل الله، این تفضلیست از طرف خدا به بندهاش، می دهد به هر که بخواهد، یعنی هر که لیاقت رفتن بهشت داشته باشد این تفضل به او می شود. و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. این آیه شریفه از اون آیه اول رساتری می فرماین مسارعت کنید. به چی مسارعت کنید؟ به بهشتی که اندازه او اندازه آسمان ها و زمین است، یعنی به اندازه عالم ماده، به اندازه عالم ناسوت، به اندازه همه کهکشان ها و این کره زمین که مهیا شده برای افرادی که متقی هستند، برای افرادی که گناه در زندگی اینها راه ندارد، برای افرادی که الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
برای افرادی که عفو در زندگی اینها حکم فرماست. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. این بهش برای چیه؟ برای گناهکار که توبه کنه، برای اون کسی که اگر گناهی کرده به یاد گناهش بیفتد و استغفار کنه. یعنی ممکن است، این آیه شریفه می‌فرماید، یک شبی در وسط دعای کمیل حالی به انسان دست بده، یه تلاطم درونی براش پیدا بشه، از گناهش پشیمون بشه، راز نیاز او شروع بشه. توبه گناهکاری که در روایات می‌خوانیم از هر چیزی پیش خدا محبوب تره. همین یا رب به یا رب به یا رب موجب بشه که پروردگار عالم به او تفضل کنه، نه گناهش رو بیامرزه. این آیه می فرماید بهشتی به او بده که پهناوری او به اندازه تمام آسمون ها و زمین باشه. و قرآن می فرماید این تفضل است از طرف خدا، و معنای تفضل همینه که پروردگار عالم به رحمتش نگاه به ما می کند، نه به عملی که ما انجام دادیم. قرآن شریف می فرماید ما به غیر حساب، یعنی چیزهایی که به بنده ها میدیم به قدریست که اصل و حساب نداره، اصل و اندازه نداره، مخصوصا به آدم گناهکار، مخصوصا به کسی که در دل شب راز و نیاز با خدا دارد، توبه از گناه داره، به او میدهیم، فراون میدهیم. بنابراین جواب دوم اینه، چیزهایی که داده میشه اینها نه برای استحقاق باشه. یعنی اگر کسی دعایی میخواند استحقاق ثواب پیدا نمی کند، نه دعا. اگر کسی مدت عمر دنیا را 1000 سال و بیشتر، 1,000,000 سال و بیشتر عبادت کند، استحقاق چیزی از طرف خدا پیدا نمی کند. اگر روایات به ما میگه اگر کسی دعای عرفه بخواند آمرزیده میشه، اگر کسی زیارت جامعه بخونه ثواب 70 حج مستحبی داره، اگر کسی دعای کمیل بخونه ولا 1 مرتبه در عمرش خدا او را میامرزه، این ثوابها برای اون کار اون نیست، این ثوابها برای تفضل خداست، برای رحمت خدا، چون خدا ارحم الراحمین است، چون خدا تفضل به بنده هاش داره، چون پروردگار عالم خیلی مهربان است، روی مهربانی و تفضلش به بنده هاش چیز میده. فقط زمینه میخواد، زمینه این که پروردگار عالم به قول قرآن شریف یعطیه من یشاء، زمینه برای اینکه خدا نظر لطفی کند و به بزرگی خودش و به اندازه بزرگی خودش به بندهش چیز بده، زمینه میخواد. زمینش دعاست، زمینش راز نیاز با خداست، زمینش رابطه با اهل و بیت، توسل به اهل و بیت. بنابراین این جواب دوم اصل و اشکال رو به قول طلبه ها سالبه به انتفاع موضوعش میکنه. او خیال میکرد ثواب داده میشه بر کار و این غلطه، اصلا معنا ندارد. حتی راجع به پیغمبرها
راجع به ائمه طاهرین علیهم السلام، این که ثواب داده بشه روی کار، کاری که بنده انجام میده زمینه میشه، لیاقت داده میشه به این که پروردگار عالم به لطفش به رأفت و رحمتش با ما رفتار کنه. معلوم بزرگ اگر چیزی بخواد به کسی بده خیلی بزرگ. خدا بزرگ است، خدا رؤوف است، خدا ارحم الراحمین است، خدا بنده هاشو دوست داره. در روایات میخوانیم پروردگار عالم از 70 پدر مهربان مهربان تر. در روایات میخوانیم پروردگار عالم یک ذره ای از محبت خودش را به همه بنده هاش داده و رسیده به اینجا که مادرها پیدا شده، پدرها پیدا شده با اون همه لطف‌ها و محبت‌هاشون. دریای محبت خدا وقتی که متلاطم بشه، اگه کسی لیاقت داشته باشد به اندازه ای که خدا بزرگ است، نعمت، سعادت، بهش، دنیا، عاقبت به خیری به او عنایت می‌کند. این نه برای اینه که من کار کردم و استحقاق دارم به این که از خدا چیز بگیرم، نه، کار من فقط و فقط زمین ساز است، کار من فقط و فقط لیاقت آوره. یعنی دعای کمیل لیاقت میده این که خدا رحمتش رو شامل حال من کنه. رابطه با خدا لیاقت میده این که من بتوانم رحمت خدا رو به اندازه لیاقت